آمد بلندی صفه توش. حق نظر نظرف از شهری سر با خلعت کبود. داور درجه جمهوریوی را سعید رحمان بیکف از شهر دوشنبه. هر دو در چهار مرحله نتیجه دلخواه به دست آوردند و به این مرحله، به این دوری آخرین سبقت های وزنی تا 90 کیلو راه یافتند. مخصوصا هنرنمایی کرامت الله در مرحله نیمه نهایی بسیار هم جذاب بود. حق نظر هم پرتافت هایش خیلی خوب و جالب و دیدنی و از جانب مخلصان هم بسیار با کفکوبی های صمیمی استقبال گرفته شدند. نظر نظر در سبقت نیمه نهایی رحم خدا شریپوف را مغلوب کرد و کرامت الله حکیموف امیرجان نسیم را در واخوری نیمه نهایی بسیار با یک پرتافتی جالبش دوچار ناکامی کرد و از این پیش در سه مرحله دیگر هم هر دو پهلوان از خود متانت والا نشان دادند و هر دو هم سزاوارانه به این داور راه یافتند. حکیموف در مسابقات بیرون از تاجیکستان در توجای ما میدونیم در چند مسابقات گرند سلم سه سال قبل از این شاید هم پیشتر بود شرکت میکرد در حدود جمهوری تاجیکستان در چمپیونات مملکت چی در گوشین ملی در جودو هم قبلا میان جوانان و در مجموع بیش از 15 سال تجربه مسابقه های حدود جمهوری را درست شد و برای نادرست داشتن حق نظر نظر حق نظر تمرین های آخرین خود را هم بیرون از تاجیکستان در فدراسیون روسیه حاکم و به چمپیونات مملکت آمد که امروز حیات تیم جودوی تاجیک را در این وزن مکمل کند. حق اشتراک را در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیدا سازد. ما با این وسیله حیات منتخب تاجیکستان را البته مکمل خواهیم کرد چون که چمپیونات مملکت این بسیار هم مهم و مفید است برای دریافت بهترین ها برای استوار کردن هیئت منتخب جدای کشور و بعدا چون به مرحله های آمادگی توجه میکنیم آن شماره های یک و دو و سه باز هم در ردیف آمادگی های خیش بیشتر و زیادتر باز برای مکمل نمودن هیئت تیم باز چارجویی میکنن یعنی توجه میکنن و در نهایت باز همون چهره سرشناس نفری شایسته و موفق و مسابقه های بیرون از کشور سفر برمیگردد. با این فهرست دوی آنها شاملند هم حق نظر و هم کرامت الله حکیم. کرامت الله فکر میکنم اینجا اندکی وضعیت خوب ندارد. باید که خود رو پسیو و نمود نسازد. حق نظر انا همین حرکتش خیلی هم معمول است و اکثری کامیابی هایش هم توسطی همون حرکت حالو که داخله بسیار این اصول رو
ورزشگری کبودپوش در سطح کسبی اجرا میکند. کرامتلو که قامتش بلند است خود را دفاع کرد، واقف است از حرکت های رقیبش. حالا هم حق نظر دیگر توکل نکرد و این کار را تا با آخر بردر رسانیدن نتوانست. حالا همون اصول رو در نظر دارم، شروع کرد و زود ایستادگی نمود. دانست که عکس عمل حملکه او رو در پیش است. حق نظر انگوشتش با فکرم کمی آسیب دیده است. کرامت الله انتظار می شود برای به میدان آمدنی رقیبش که در نزد دکتر است. رفتی مسابقات امروز هم بسیار جالب بود. فکر میکنم هر یک دوره که ما تماشا کردیم این پر از هم عبرت، یک نمونه عبرت به خاطر فردای جلب جوانان و نورسان. بله، کرامت الله اشاره میکند که من البته از جهت روانی همه جانبه آمادم و واقعا هم چنین هست. بسیار جوانی با تمکین دوراندیش است و هنگام مصاحبه بسیار هم فهمیش و درک خوبی گوشین جودو را میتواند وصف کند، بیان سازد و اهل فرهنگ هم هست، چون که محمد حکیموف که پدرشون بیشتر به این سمت توجه میکنند و کرامت الله هم بسیار در بیان فکر و عموماً در مجموع با شرح و توضیحات جودو محبت خاصه دارد. چند دفعه مهمان برنامه مؤلفه سلاله پهلوانی هم بود، مخصوصا از همون برنامه خلاصه امیقی بنده که بسیار هم شخصی با فرهنگ وقت انجام یافت. در وقت لواگی اکنون کدامی از این ورزشگران امتیاز طلایی به دست می آورد؟ حالا شاهد خواهیم شد. ای فرصت مناسب رو که کرامت رو دریافت، اما پایش رو باید بیرون کند هرچه زودتر از میان پایهای حریف. حق نظر این حالت رو بسیار هم خوب پیخس کرد، نظارت نمود و فشار به پای رقیب کرد. این حالت هم خیلی خوب برطرف شد. اوی بسیار هم در روند مبارزه حق نظر عکس عمل خوبی کرامت الله را دیدیم. برابر گوشتین گرفتن هر دو. اگر به محیده تیاری نظر افکنیم کرامت الله براستی اون طوره که حق نظر در روسیه آمادگی را خوب انجام داد، حق کرامت الله این کار را در شهر دوشنبه خاتمه داده نتوانست. یعنی تفاوت خیلی زیاد است. دقیقه دوم وقت لواگی اینجا اندکی اکنون همون فرصت بیمداری را یکی از اینها در میابند و امتیاز میگیرند. همین است نکنون در مجموع عاقبت نیروسنجی پهلوانان در وقت اضافه. وزاری حق نظر نهایتا حرکت خوب رو انجام داد، نهایتا تلاشش ثمر آورد، امتیاز دلخواهش را گرفت،
و در مرحله نهایی وزن تا 90 کیلو پهلوان شهر حصار دست بالا شد، صاحب مدال طلا و به هیئت منتخب جودوی تاجیکستان در سال 2022 شامل گردید. با مشکلی خیلی به مشکلی وزن 100 کیلوگرم وکیل کارت حسین فایز خلابودی ابوبکر اکوبی تایر دیگر Yes, Lord, 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 Lord,